سلام شکر دوی عزیز همتون جور سلامت هستین خوب هستین امیدوارستم که همتون خوب باشین و همتون صحت مند باشین شکر دوی عزیز از خانه خنبر و ملنی آفرین میفهم که شما خانه هستین حتما متوجه تان هستین به خاطر که اگه ما خانه بانیم و صحت مند میمانیم پس ما از اینکه در شفاخانه بانیم و مریض باشیم پس سر در خانه نمانیم پس به خاطر اینکه شما خانه هستین ما هم خواستیم که شما را مصروف بسازیم و ما هم خواستیم که شما وقتتان به ادر تیر نشه و چیکرین درس هایتان رو بخونین اوقات شما باید از رستفتی استفاده بکنید در سایتان با وجه اثرش بخوانین و همه قسم کارهای خانگیتان هم انجام بدین شکل و قسم نیه کمی درس خاندین که تابقات کنین دیگه نیه پس شما چی کنین؟ باید درس هایتان رو بخوانین باید تعقیب کنین که بر ما چی کار خانگی داده شده؟ کار خانگیتان انجام بدین قسمی که درس گذشتی ما چی بود؟ مادر ببینید؟ درس گذشتی ما چی بود؟ مادر و برتان چی داده بودم؟ لغتایش داده بودم که لغتایش چی کنین؟ جمله بسازین با او خاطر مفاهیم دیم حتما شما شاگردای بسیار خوب هستین و بسیار شاگردای لایق هستین ما میفهمم که شما لغتایتون با مو شکل کردین و با مو که گفتیم نوشته کردین آفرین شما شاگردای دوست داشتنی هستین شما شاگردای بسیار خوب هستین و ما میفهمم که شما هیچ کدامتون نمیخواین که درس نفهمین و نافهمیده تشوین همتون میفهمم که شما درس فهمیده تر میشین و همیشه تک تک میخوانین خوش شاگردای عزیز این شیر خواندین معنایش پیش خود کردین این شیر پیش مادر جانتان خواندین با, با مادر جان چی گفتین؟ حتما من, من میفهم که وقتی که شما این شیره خاندین رفتین دست مادر جان بوسیدین من میفهم حتما شما به خاطر ازی که میفهم کنیتان مادر جان مادر جان چی دارین دوست دارین خوش عزیزی که رو امروز درس امروز ما چی است؟ درس امروز ما فعالیت های مادر است ببینین؟ مادر درس انوان ما بود و فعالیت‌هاش. شاگرد عزیز که فعالیت های درس درس بکنیم که در این صفحه ببینید چند سوال است خوش شاگرد عزیز اناله ببینید که ما این سوال میخوانیم ببینید که چی است پیش از اینکه این سوال بخوانم یک بار دیگه برتان چی بکنم لغت ها میشم که لغت کار خانگی که برتان داده بودم ال و نوشته کردین ببینید چی بود همپایه برابر و مانند همپایه برابر و مانند رضا خوشنودی صفا پاکی مهر محبت سرای خانه سهل آسان فدا قربانی کردن فکر میکنیم که حتما شما ایره چی کردین جمله کردین اما به خاطر ازی که به یادتان بیایه یک بار خواندم تا که فراموش نکرده باشین در اینجا بینین شاگردای عزیز که براتان چند سوال داده شده فعالیت هاسته که یارا چی کنین باید شما انجام بتین بخاطر از اینکه فعالیت ها رو شما انجام بتین من همه شما کم کمک میکنم گرچه که شاگرده عزیز من میفهمم که شما همه تان نام خدا دخترها و بچه های بسیار خوشیار و دانسته و فامیده هستین و میفهمین اما ما هم کمی یک رنمایی کوچک برتان میکنم ببینین که در درس چی گفته در فعالیت ها چی گفته از شما چی خواسته در اینجا گفته که آیا شاگردان درس را خوانده و نوشته توانستند؟ خب این از شما سوال کرده شما درس خواندین؟ تانستین درس خوانده؟ نوشته کرده تانستین؟ م می که حتما کلتون درس خواندین و یاد دارین و حتما در رخصتی های زمستان هم درس تانو خواندین چرا که ما چی گرفتیم کتاب گرفتیم نی کتاب گرفتیم و در درس های گرفتیم و در سیمای زمستان, سی زمستان هم مطمئن که شما درس خواندین و کتاب هم داشتین پس حتما شاگرد ایزی شما درسم خواندین متن شام نوشته کردین ما که شما بسیار شاگردای لایق هستین سوال دوم گفته که آیا شاگردان مفهوم و معنای متن رو شما از شما خواسته وقتی که شما متن خواندین ما برتان یک بار خواندم برتان معنا کردم آیا شما از این درس مفهوم گرفتین خب اینا ما شما بر ما بگوین کسی از چی مفهوم گرفتین خب آفرین شاباز بسیار خوب شما از این درس مفهوم گرفتین که ما باید چی کنیم مادر خود احترام بکنیم با مادر خود احترام قائل شویم و قدر مادر خود بدانیم و با مادر خود به گفته هایش عمل بکنیم به نصیحت هایش گوش بتیم و چیزی که مادر ما بر ما میگه همو کار انجام بتیم تا که خداوند از ما راضی باشه اگر که از ما مادر ما راضی بود خداوند هم از ما راضی است دگه گفته که آیا درباره احترام مادر صحبت کرده میتونین؟ چون درس شما خواندین معنای شعر شما فهمیدین اینا در ارتباط به احترام مادر شما گفته میتونین؟ بله بسیار آسان است آفرین خوب ما میفهمیم که شما شاگرد بسیار خوب هستین گفتم میتونیم کم می من مون شما معلومات ببینید که احترام مادر چقدر بر هر انسان فرض است مادر بر ما از طفولیت زحمت میکشه بر ما غذا تهیه میکنه بر ما لباس تهیه میکنه بر ما لباس ما را تمیز میسازه و همه قسم ما را روی مکتب میسازه و همه قسم ما را چی میکنه وقتی که از مکتب میای ما استقبال میکنه بر ما بکس ما را میگیره بر ما غذا ما را میکنه تا که ما خستگی ما رفع شود. پس احترام مادر چی است فرض است که با ما چی کنیم احترام مادر خود داشته باشیم تا خداوند از ما راضی باشه دیگه گفته که آیا فعالیت های گروهی شاگردان دلچسب بود ببینین اگر شما در مکتب می بودین مو فعالیت گروهی برتان انجام می دادین و شما لذت می بردین. پس ایناله شما وقتی که در خانه هایتان هستین چی می کنین خوارک و برادرکتان می شانین برشان می که خب خو، خورجان جان برادر جان یا ما ما مادر, مادر خود ما باید چی بکنیم یا فرمسال ما در مادر خود چی کار را باید انجام بدیم تا مادر ما چی باشن از ما خوش باشن پس اونو موسته که بزرگ تا بزرگ تان که شما چی میکنین او رو می و احترام مادر را برش توضیح میدیم که ما باید چی کنیم همیشه مادر خود احترام داشته باشیم و مادر خود عزت بکنیم و به گفتگوهایش عمل بکنیم و همه قسم نصیحت هایی که مادر بر ما میکنه هیچ وقت نصیحت مادر بی جای نیست و هیچ وقت ما نصیحت که بر ما مادر میکنه گفت که بر ما مادر میزنه بسیار به است قسم که ما برتون یک قصه برتون بگویم که در ارتباط است بر مادر است یک بچه که همیشه هر صبح مکتب مادرش ددان دروازه مکتب که میرسید میگفت مادر جان نمیجه جا دگه خدا تو کتما نبیا داخل صرف کتما نبیا یه یک فکر کرد که چرا این میارد بار که در نزدیک مکتب میرسم یه بچه ای ما ماند نمیماند دا داخل مکتب در دا صرف ما مره نمیماند برم خاطر چی؟ خاطر که ما یا کمی غریب بودن و مادرش لباس های مناسب نداشت مادرش کمی لباسایش هایش و یه بچه که از مادر خود میشرمید همیشه وقت ای در نزدیک مکتب که میرسید زودی که در خطا کت مادر خود خدافیزی میکرد و میگفت مادر تو برو ما میریم داخل سنف خود ببینین یک بار هم می کار کرد روز دوم دوباره می کار کرد روز سیم باز هم می کار کرد در روز چهارم وقتی که سنفیگه کشید متوجه میشه ازش پرسان میکنه که احمد یکی است میگه ای زن همسایه ماست ببینین مادر خدا برش معرفی نمیکنه نمی میگه مادر من ایست نیم بیو که این زن همسایی ماست مادرش بسیار جگرخون میشه و وقتی که پسر بچه خود ماش کرده به طرف سمتش روان میکنه جگرخون خون میه به خانه و پیش خود فکر میکنه که چرا بچه از من میشرمه چرا آیا ای کار است و سبایش میشه میره در مکتب در مکتب میره که به سنف بچه خود با میره سانیش میرسانیش میگه که نه مادر من است خواهش میکنم که نبیاییم وقتی که دیگه گفه میزنه که از او طرف محمود سنفیگه کش میایا. و ای گپ احمد مشنوه بر احمد میگه که احمد جان تو چه تو بر مادرتی میزنی که تو در صرف من نزدیک نبیهی بخاطر که من از توی نیز لباست مناسب نیست من از تو میشرمم آیا ای کار درست است که تو میکنی احمد جان؟ چرا باید کار کنی؟ امی مادر تو را بزرگ ساخته امی مادر تو به این سن و سال رسانده و همی مادر است که امروز قدم زده تا دست تره گرفته که تا تره موتر نزنه تا تره به سرامت به مکتب برسنه میاره آیا ای کاری که تو در برابر مادرت میکنی و دل مادرت که امروز تو شکستان دی آیا ای کار خوب است؟ و احمد در چی میشه؟ متوجه اشتباه خود میشه و این محمود سنفیگه که چی میکنه؟ دست احمد میگیره میگه بیا مادرت دستش گرفته بیا که در داخل سن تو به افتخار به کل سنفیگه معرفی کی مادرم است و مرا امروز به سنف چار مادرم رسانده مره زحمات مادرم است پس شاگرد عزیز ایناله غریبی کار چی است کار خداوند است چیزی که قسمت تقدیر ماست پس ما نباید از غریبی بشویم وقتی که دستن میایه احمد مادر خدا معرفی میکنه و کل سینتیاش خوشحال میشه و بر مادر از چقچق میکنه و امی است که احمد چی میکنه از محمود تشکری میکنه میگه محمود جان تشکر سینفی که قندم تشکر که تو بر من دوست میربانم که بر من درست نشون دادی من تا وال برای غلط روان بودم و از مادر خود میشه چرا چرا و پردوجه چی میکنه پیش روی کر سنفی های خود دست مادر خود میگیره و دست مادر خود میبوسه و گلیه میکنه قطره های اشک چشمش جاری میشه و میگه مادر جان مرا ببخش که من امروز نفهمیدم دل تو و مادرش دوی بچه خودم میبوسه و برش میگه که خیر بچیم تو خرد بودید نفهمیدی من را بخشیدم و مادر را همیشه بخشنده و مهربان هستند دا می باشه که احمد متوجه اشتباهی خود میشه و همه سنفیه سر سرش می میکنه و احمد جان چی میکنه میره به چوکی خود میشینه پس شاگرد شاگردای عزیز گرامی چقدر خوب است که اگر ما مادر خود احترام بکنیم و مادر خود قدر بتیم و مادر خود عزت بتیم و خاطر که اگر ما مادر خود احترام کنیم قدر بتیم عزت بکنیم چی است من جای جلاله از ما راضی می باشه پس شاگردای عزیز میره به خاطر کمی یادواری براتان گفتم چرا من می با و ما مطمئن هستم که شما شاگردای بسیار خوب هستین شاگردای بسیار درست هستین و بچه های بسیار با تربیه هستین و همان تان دوست دارین و همتن تان مادرتان احترام میکنین یک یادواری بود که من کردم ما می که شما بسیار بچه خوب هستین دخترای بسیار خوب هستین و اتمن من فام که در وقتی که در که ما قرار داریم مادرتان چی میگه برتون میگه میوه بخوریم پس ما باید چی کنیم گپ مادر خود گوش کنیم که میوه بخوریم بر ما مادر ما اگر فرض ما مثلا مثال بر ما چی میکنه ما یاد میته یا بر ما ترکاری باب میته ما باید چی کنیم مورد درس استفاده کنیم چرا که به خاطر که اگر ما ترکاری باب استفاده کنیم اگر غذای صحت به صحیح بخسیگی بخوریم صحت من باشیم و مقابل مرض ها و مقابل امراض ما چی میکنیم مجادله میکنیم سیستم ایمنی بدن ما بالا میره و ما میتونیم که مجادله و مبارزه بکنیم در مقابل مرض پس مادر ما هر چیزی که میگه و هر نصیحتی که میکنه به خوبی ما میگه ما از مادرای خود نباید بشرمیم از لباسشان از گفتارشان از رفتارشان به خاطر که ما باید با هر کس هر فرد باید به مادر خود افتخار بکنه که شما مطمئن هستیم کی کار هم میکنین شاگرد عزیز خود دوست عزیز شاگرد عزیز شما چی کردین درس برتان گفتم سوالش و فعالیت ها رو برتان گفتم و امیدوار هستم که درس فامیله باشین شاگرد عزیز و قسمی که یک بار دیگه هم برتان تکرار میکنم که لغت ها مطمئن هستم که درس گذشته بوده و مطمئن هستم که حتما کردین و برش جمله ساختین اینا ما شما یک چیز دیگه دا میخوایم شاگرد عزیز متن درس مادره یک بار در کتابچه هایتان بنویسین به خاطر که اگر ما هر قدر نوشته بکنیم هر قدر که درس نوشته کنیم املای ما درست میشه انشای ما درست میشه ما به درستی میتونیم که بسیار خط مقبول خوب داشته باشیم خوش اگر عزیز گرامی ما وقت تانه نمیگیریم و تا برنامه بعدی شما را به علای پاک دینی از مسبارم و توجه صحتتان باشین و یک بار دیگه هم برتان تکرار میکنیم شکر عزیز در خانه بمانین و درس های خود بخانین و ها فراموش نکنین که دستایتان با آب و صابون هم بشوین خوش عزیز شما را به خداوند پاک مسبارم خدا حافظ تا برنامه بعدی.